سلام، وقتتون بخیر باشه. بالای سر یه سردخونه هستیم. مشتری زنگ زد که دمای سردخونه بالا صفر یا همون یخچال یا کولد روم، وقتی میگیم کولد روم یعنی بالا صفر، وقتی میگیم فریزر روم یعنی پایین صفر، زنگ زد که سردخونه‌مون میره زیر صفر. و چون که ماهی تون نگه میدارن، وقتی که یخچال هست میره زیر صفر، مشکلی که پیش میاد شروع میکنه یخ میزنه، و اگر مواد غذایی که باید تو یخچال باشه یخ بزنه، رنگش و کیفیت ماهی از بین میره. که تو شرایطی که میبینیم سردخونه کنترل خاموش کرده ولی هنوز سرما داریم، متوجه میشیم که گاز هنوز داره رد میشه، یعنی درجه رو تنظیم کردیم رو 2 درجه، ولی اتفاقی که میافتاد دما میرفت رو -6 درجه. و مشتری میگفت چرا همه چیه داخل یخچالم داره یخ میزنه، داخل سردخونه داره یخ میزنه. که سریع متوجه شدیم که این شیر برقی اینجا نصب بود، جهتش درست بود. جهتش اول چک کردیم که ببینیم جهتش از این بر که لوله ها رفته رو کمپرسور بالا، یکم یونیت قدیمیه، از اینجا لوله رفتمون اومده قبل از شیر اکسپنشن. اواپاراتور زیر اینه که حالا میرم پایین، اواپاراتور نشون میده شیر اکسپنشن بالا نصب شده، نزدیکتر اینجا به شیر اکسپنشن شیر برقی نصب شده. و زمانی که دستور میداده کنترل برق سلنوید ولو این برق این مگنت قطع می شده، ولی همچنان مایع رد می شد. حالا بعد که بازش کردیم برای که مطمئن بشیم، اومدیم داخلش فوت کردیم که اینجا اگر که داخلش فوت بکنه، این شیر باید تو حالتی که مگنت نداره، یعنی برق بهش وصل شده، هیچ چیز رو رد نکنه و بسته باشه. که حالا این شیر نوه رو چک میکنم، جهتش تلشش به این سمته، این الان فود بکنم کاملا بسته هست، که الان میخوام با این یکی جا به جاش بکنه. این قبلی شیر برقی جوشی بوده، احتمال داره زمانی که انجینیر داشته جوش میداده دمای شیر بالا رفته و اون لاستیک داخلش سوخته خراب شده. و حالا یه دونه شیر فلری آوردیم، به این مدلی که موره میخوره بهش میگیم فلری. خیلی مهمه که جهتش رو رعایت بکنیم، که از این بلوله دیسشارجمون داره از روی پشت بون میاد توی شیر برقی و میره توی اکسپنشن. و الان هم میبینیم جهتش، مطمئن میشیم به این سمته. در نتیجه به این نتیجه میرسیم که اگر دیدیم سردخونه دماش رو 2-3 درجه بالای صفر تنظیم شده و خاموش میکنه کنترل و همینجور هنوز سرما داریم، اولین چیزی که باید به ذهنمون برسه اینه که شیر برقی قطع نکرده. شیر برقی وقتی قطع نکنه، همینجور مایع از توش رد میشه، همینجور اکسپنشن دوباره داره میپاشه و همینجوری داره هی سردخونه سردتر و سردتر میشه تو وسایل داخلش یخ بزنه. که حالا میرم پایین اونو داخل نشون میدم. خب یه نکته قبل از جوشکاری این انجام میدیم، ما اومدیم بریدیم قبلیه رو که بریدیم، بعد یه مقدار فاصله رو بیشتر بریدیم، این لوله رو بزرگتر بریدم، که اتفاقی که میفته یه دستمالم خیس میکنم میذارم روی این شیره. البته میبینیم فاصلهش تقریبا 20 سانت هست، یعنی اینجا سریع یه جوشی بدم، اینجا سریع یه جوشی بدم، گرما به این نمیرسه. برای همین یه کمی فاصله بیشتر بریدیم لوله رو، از اینجا بریدیم این لوله رو، از اینجا بریدیم، که جوشکاریمون هم با وجودی که سریع هست گرما به شیره برقیمون نرسه. بعد باید کویلش عوض بکنیم، که این کویل قبلیه رو بازش میکنیم، وصل میکنیم به این کویل جدید و ادامه ویدئو رو میگیریم. خب جوشکاریمون تموم شد، همینجوری که میبینید اینجا یه جوش دادیم، اینجا یه جوش دادیم، این دستمالو اینجوری پیچیدیم، خیس میکنیم دستمالو و پیچیدیم دور شیرمون و اینا رو از قبل صفر کردیم. مطمئن هستیم که دیگه آب سمتش نمیده، ولی که اگه دستمال خیس باشه و لوله باز باشه آب بره تو لوله، مشکل برامون پیش میاد. برای همین اینا رو از قبل صفر کردیم و جوشمونم دادیم،
یه تست نیتروژن روش انجام میدیم که ببینیم جوشامون نش نداره. البته جوشا رو با آینه که چک میکنیم متوجه میشیم که جوش خوب خورده و نیاز به نشگیری نداره، ولی برای که مطمئن بشیم دوتا فلرمونم نیتروژن الان میزنیم، دوتا فلرمونم نشگیری میکنیم، بعد کویلمون عوض میکنیم که الان سیمای کویلمون عوض میکنیم، کویل اینجوری میشونیم رو سر اینجا کلیک میکنیم میشونیم رو سر شیر برقی و میریم پایین دستگاه رو نشون میدیم. اومدیم پایین. این کنترلش هست که یه مقدار قدیمیه و هنوزم بعضی شرکت ها تو بعضی کارخونه ها تابلوها رو میارن، یه تابلو درست میکنن برای تمام سیستم های سرمایشیشون. اینجا 4 تا سیستم سرمایشی دارن که این برای یه سیستم، 2 تا 3 تا 4 تا. این سیستمی که امروز ما روش کار میکردیم سیستم شماره 4 بود که الان دمانش روی 5 و این میرفت رو منفی 9 درجه که مشتری میگفت همه چیامون یخ زده، که حالا میریم داخل سرخونه رو نشون میدیم. و این مدل تابلو خیلی کم پیش میاد دیگه اینجوری کار بکنن. بهترین حالت اینه که تابلو کنار سردخونه باشه و برق و سیستم همه چیز جدا باشه، ولی هنوزم بعضیا مثلا اگر که کنترل روم داشته باشه، البته اینجا کنترل روم نیست، اینجا فقط کنار جعبه های برقش، کنار تقسیم برقش و تابلوهای برقش تصمیم گرفتن این کنترل رو بیارن اینجا. و داخلش هم که نشون بدیم یک کمی وحشتناک هست، ولی به قولن به این صورت برکشی رو انجام دادن که همینجا که ببینید قدیمی سیستمش میگم مانیتورینگ، مثلا این فیوزر که باز میکنیم فیوزه فشنگی داخلش هست، مثلا این فیوز 10 آمپره که اینا دیگه از اون مدار از هنوز هم داره با همین سیستم کار میکنه و مثلا به اونایی که مشکل پیدا کرده دیگه مثلا این فیوزای مینیاتوری رو روش گذاشتن که الان از این مدل هم تعمیرات بهمون میخوره. و همینجوری که میبینید کابلای 10 رشته هست، 10 تا رشته هست، از اینجا برق رفته بالا به سمت کمپرسور و مثلا هایپرشه لوپرشه میاد دستور میده و چراغای سیگنال رو خاموش روشن میکنه که یه مقداری به قولن اومدن پیچیدهش کردن، ولی وقتی بهش نگه متوجهش بیشیم خیلی پیچیده نیست. و همین خاطر وقتی که میان باید مثلا 10-15 دقیقه وقت بذاریم سیستم متوجه بشیم. مثلا اینجا سیستم شماره 1 نوشته، سیستم شماره 2، این ماره شماره 3 هست، این ماره شماره 4، یعنی این فیوزا ماره است یه سیستمی هست، این کنتاکتور دیفراستش، موتورش، فنش، این یه سیستمی، این سیستم شماره 2، فیوزاش، کنتاکتورای دیفراست و موتور و فنش، و اینم دوباره سیستم شماره 3، و این سیستمی که الان ما داریم روش کار کنیم شماره 4 که همون چیلر هست، این فیوزاشه، این کمپرسوره اینجا روش نوشته، این کنتاکتور مور کمپرسوره، این کنتاکتور مور فن، این کنتاکتور مور دیفراسته. برای همین وقتی که میریم سر این تابلو نیاز نیست گیج بشیم، یه چند دقیقه وقت بذاریم و سیستم رو بفهمیم، میتونیم راحت ای بی آرمیش بکنیم. این کندانسوراش هست که روی پشتمونه، یه نما هم از این محیط اینجا بدیم. خب از کجا فهمیدیم کدوم کمپرسور هست که بیایم بالا پام داونش بکنیم؟ کاری که انجام دادیم همه رو خاموش کردیم، فقط اونی که میخوایم روش کار بکنیم و روشن کردیم، چون که خیلی مهمه تشخیص بده که کدوم از این 4 تا موتور هست. برای که یه موقع هست مثلا میاد اینو پام داون میکنیم، بعد میخوایم بریم شیر برقش عوض کنیم، بعد که بریدیم میبینیم ای بابا همه گازش رفت و گازش پام داون نشده. برای همین الان اینجا که نگاه کنید شماره روش نزدن، ولی تشخیصی سخته که کدام از این یونیت ها برای اون یخچال هست. یک کاری که انجام میدیم خاموش میکنیم، بعد دوباره به زیگ گوچ ها میگیم روشنش بکنیم، ببینیم روشن شد، یه بار دو بار خاموشنش میکنیم، مطمئن که شدیم میام پام دانش کنیم که این یونیت اولیه هست که
که اومدیم اینجا از بغل شیر رفتشو بسیم، شیر رفتشو که بسیم اون پایین گیج بسیم دیگه، گیج و وکیوم و الکتروژن رو بالا نیوردیم و از اینجا راه بریم و بریم کجا وسیله کمی کار کردن نزدیک به پشتبونه غیر ایمنی هست، ولی همین هیچ وسیله رو بالا نیوردیم چون خیلی نزدیک به این پرتگاه. کاری که انجام دادیم و پایین گیج رو بستیم، اینجا ورودی رفت و میبندیم، وقتی گیج به صفر رسید خودش لو میکنه، لو که کرد رفتیم پایین، شیرگرده رو بریدیمش عوضش کردیم و الان آمدیم بالا که بریم شیرش رو باز بکنیم. یه مقداری باید با احتیاط بریم پشتمون، اگه اینجایی که دلق هست پا بذاری 6 متر رفتی پایین. این موتورا یه چمی سیستمش قدیمیه، آن هاوسه، چمی کامل نداره، هاوس نداره، این یکی اصلا کاور روش نبود، این مدل ها کاوره قدیمی روشه، این فیلترش همینجور یک آب که گرفته بوده زنگ زده که این یکیه اون سیستمی که بودی بود، سیستمی که روش کار کردیم بود. حالا کاری که انجام میدیم همینجا آچار المون هم روش هست، نشگیری و وکیوم رو انجام دادیم از پایین و اینجا دیگه میایم گاز رو باز میکنیم، بیاریمش تا آخر آخر. بعد که تموم شد درپوش رو میبندیم روش، چون که از پایین آماده بود و روشن بود الان یونیت روشن شد. اینم در پشتون رو ماچه خانون سه سفتش میکنیم و بریم داخل یخچال نشون بدیم، یه نمایی هم از داخل سرخونه نشون بدیم که این شیر اکسپنشن این بالا هست، این بالا بود که داشتیم کار میکردیم، شیر اکسپنشن کلی ساکشنش میاد اینجا و این همون یونیت شماره 4 پایین شماره خورده ولی بالا شماره نخورده. این هم یه سرخونه قدیمیه ولی به خاطر که یه مقداری بدنش کثیف بوده میان روشو به اصطلاح به این میگیم کلادینگ، یه پلاستیکای نازکی هست و یه جوینای میخوره، به جای که بیان تمام اینسولیشن پنلا رو عوض بکنن فقط روش یه پلاستیکی سفیدی میگیرن، ولی سقفش خوب بوده. اگه سقفونه داشتیم که بدنش کثیف بود به جای که پنلا رو عوض بکنیم میتونیم توش کلادینگ کار کنیم، به این اصطلاح میگم پلاستیک کلادینگ. Vamos, 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 vamos.